بچه ما برای این سایت خیلی سایت خوبیه python-course.eu. من پیشنهاد میکنم حالا بعد از اینکه دوره ما تموم شد شما حتما با توجه به علاقتون هر کدوم از اینا که دوست داشتین برین نگاه بکنین، چه توی مثلا اینجا پروژه، مثلا یه سری پروژه هایی هستش که نوشته شده میتونین دونه دونه نگاه بکنین، مطلب یاد بگیرین، بعد چه این نامریکال پروگرامی که الان میخوام امروز یه مقدار بگیم و با روز سه‌شنبه ببینیم به کجا میرسیم و یه چیزایی گفته باشیم. تقریبا من سیلابس درسیم و کلاس پایتون عمومی پیشرفتی که داشتم تا همون درس جلسه قبل به شما، یعنی این دو جلسه هم چیه زمان زیادی بردم، دارم میخوام این چیزا رو بهتون بگم، یعنی میخوام بگم مباحثی که لازم بوده رو بهتون گفتم، بیشم گفتم، از اون بابت هیچ نگران نباشین. این سری چیزای پیشرفته است که توی پایتون پیشرفته بعضا سر کلاس ها میگیم یه مقدمه میشه برای درس دیتا ساینس. خواهش میکنم سلامت باشین جناب متین. خب ببینید ماجولی که میخوایم معرفی کنم، اکثرا مصاحبه بخوایم بریم اولین سوالی که میپرسن ازتون در مورد نامپای. ببین ما اینو کار کردیم، ببینید ما کور اصلی پایتون رو کار کردیم، منتها اینجا شما چند تا ماژول رو میبینید، نامپای، سایپای. ببینید یه معماری لایه، یعنی مثلا نامپای روی پایتونه، سایپای روی نامپایه، بعد متپلاتلیب هم رو سایپای هم رو نامپای. بعد به غیر از اینا ما پانداز رو داریم که شبیه اینا عمل میکنه، همین کارا رو انجام میده بلکه بهتر هم عمل میکنه، منتها برای یادگیریش یه چنین سلسله مراتبی رو باید انجام بده، یعنی اول نامپای باید یاد بگیرید، سایپای یاد بگیرید، متپلاتلیب یه مقدار من براتون به غیر از نامپای سایپای رو خود پایتون براتون مثال زدم اگه یادتون باشه. و شما کار علمی میخواین انجام بدین که احتمال زیاد کار علمی کارتون باشه و حالا کار علمی نباشه، هر کار سیستم میخواین انجام بدین، احتیاج به این ماژول ها چیه خواهین داشت. حالا پس یکی از پایتون ماژول ها ماژول نامپای. ماژول نامپای همینجوری این چهار تا ماژول نصب نیست، بعد اینا رو اگه یاد بگیریم معادل مطلب میشه، یعنی مثلا کاری که ما مطلب انجام میدن رو میتونید شما با اینا چیکار بکنین انجام بدین. خب اصولا طراحی ماژول مثل مطلب، اگه مطلب برای باشیم، مطلب یه نرم افزاره که کار با ابزارات ریاضی رو بهمون چیکار میکنه، ماتریس ها رو بهمون کمک میکنه. خب یه فهرست خودش گذاشته، اولش یه مقدمه خیلی ساده در مورد نامپای هستش. خب یه مثال خیلی ساده، مثلا این شکل رو میبینی، مثلا فکر میکنی این شکل برای چی مثلا این گذاشته اینجا؟ ببینید مثلا میری یه تست میدی، خب تو اون تسته مثلا اینا فرض بکنه اینا مثلا ژن، هر ستون چیه؟ یه ژن، هر سطری هم چیه؟ یه بیماری یا یه وضعیت رو داره نشون میده، مثلا بیماری هایی که وجود داره، ستون هم چیه؟ ژن. خب بعد شما تو اون بیماری که مثلا وجود داره، اون سبزه معنی پازیتیوه، قرمز معنی نگاتیوه، دستگاه هایی که مثلا تو آزمایشگاه میده یه چنین چیزی بهمون، یه چنین صفحه رو بهمون میده. حالا یه چنین چیزی مثلا تو آزمایشگاه یه دفعه از اینه مثلا 200,000 تا هستش، مثلا برای یه سال جمع کردن، شما میرین داده رو میگیری، این کاغذ ها رو میگیری، میتونی با موبایل چیکار بکنی؟ عکس بگیری. حالا یه ماتریسه، درسته؟ یه ماتریس چند در چنده؟ اینجا گفته 14 تا 100 داره، 20 تا ستون داره. خب هر چقدر این سبز پر باشه یعنی پازیتیو پازیتیو، هر چقدر قرمزش پر باشه یعنی نگاتیو چی؟ نگاتیو. خب حالا مثلا اینجا ببینید قرمزیش کمه، اینجا سبزیش چیه؟
مثلا این فرض کنم میشه 1/10 میشه 2/10. خب من میتونم اینو با چشم تبدیل به عدد بکنم؟ چرا میخوام تبدیل به عدد بکنم؟ چون میخوام تبدیل به ماتریس بکنم که از اون ماتریس رو بیام چیکار بکنم اصطلاحا؟ روش کار پردازش انجام بدم، مثلا همون کلاسترین که خانم سوری گفتش. یعنی ببینم چه بیماری به چه ژنی وابسته است. خب مثلا من یه آقا سرماخوردگی و کرونا و آنفلانزا و مثلا کوفت و زهرمان مثلا به ژن یک وابسته است. وقتی به ژن یک وابسته هستش، پس به داروساز میام شما باید یه دارویی بسازی که ژن یک رو چیکار بکنی؟ غیر فعالش بکنی. وقتی ژن یک رو غیر فعال میکنی، دیدین هر دارو میان آقا یه ساید افکت یا عوارض جانبی هم داره. مثلا اونو میخوری میبینی مثلا فرض کنم ببخشید مثلا بیرون روی هم بیشتر میشه. چرا؟ چون یه سری ژنا هم براش مربوط به اون بود و اونا رو هم غیر فعال کرده. خب کلا داروسازی و اینا همش با این چه یکی از پردرآمد الان مثلا پردرآمد مشاغل آی تی شده، ولی قبل از آی تی و بعد از آی تی و در زمان آی تی یکی از پردرآمدترین شغل ها مربوط به شغله چیه؟ بهداشته. چی؟ دارو. شرکت های داروسازی همیشه ثروتمندترین شرکت ها بودن، چه بیماری باشه، چه رفاه باشه، چه نداری باشه. طرف مثلا خدا نکرده یکی سرطان بگیره، دکتر میگه مثلا شما اگر داروی فلان رو بخوری، دکتر بهش میگه 10% احتمال زنده بودنت هست، اگه نخوری 100% میمیری، ولی اگه فلان دارو بخوری 10% احتمال زنده بودن هست. اگر دارو نخوری 2 سال طول میکشه بمیری، ولی اگه زنده بمونی زنده خواهیمون، ولی اگه دارو بخوری اثر نکنه 2 سال تبدیل میشه به چقدر؟ به 3 ماه همراه با درد و رنج. و پول داروات هم به اندازه اینه که مثلا خونات رو باید بفروشی. 90% آدم ها چکار میکنن؟ خونهشو میفروشه فقط به خاطر اون 10%. شاید الان بخندی بگی مثلا من اگه توی موقعیت قرار بگم خدا نکرده هیچ وقت این کار رو چیه؟ نمی کنم. ولی 90% خونهشون هم میفروشن، دارو ندارشون رو میریزن تو جیب شرکت داروسازی، 2 سالش هم تبدیل میشه به چقدر؟ به 3 ماه. خب اصولا اصلا شیمی درمانی همینه، اصلا شیمی درمانی همینه. کسی سرطان خدا نکرده ریه بگیره 99% میکشه. حالا بعضی سرطان ها کمتر، بعضی سرطان ها خیلی بیرحم هم کلا ناکات میکنه، ولی باز به خاطر اون 1% 10% چیه؟ کار خودشو میکنه. خب حالا همون شرکت داروسازی یه سر از پروژه های تحقیقاتی هم پولاشو میدن، چون براشون چی داره؟ سود داره. به این چیزی که من الان بهتون گفتم میگن جین اکسپریشن. به این مفهوم میگن چی؟ جین یا ژن اکسپریشن یا بیان ژن، بیان ژن تو حالات مختلف. خب حالا ما اینو با چی میتونیم تحلیل بکنیم؟ زمان دانشجوی من مطلب بود، مثلا من کلی با مطلب کار کردم، بعدم پایتون مثلا اینجوری فرایی شد ماژول پایتون هم اومده، یعنی اصلا اون موقع پایتون کار نکردم. یکی از ماژول نامپایه، سایپای، متپلاتلیب که اینا بهمون کمک میکنه باهاشون چیکار بکنیم؟ کار بکنیم. حالا ما میخوایم ببینیم که چرا ما از نامپای استفاده میکنیم و از همون لیسته که بود استفاده نمیکنیم. استاد همین که استاد لیست مطلب نتونستم بخوام خوام سوری منظورتون چیه؟ مطلب توی ارشد کنیم مطلب برنامه قسمت فقط سیم کاور کنیم، ما مطلب کنیم فقط سیم کاور رو خدا کنیم، فقط ام فایل ایزی اینا رو اصلا برنامه نشکیم. بله میشه توش ام فایل بنویسی. آه انفیس، بله بله شاکستاوی هم کار کردم. بله کار کردم خیلی وقت پیش. یه چیز داره به اسم NN tool. بله ام فایل نویسی داره، میتونی توش برنامه بنویسی، حتی شیگرام میتونی بنویسی. من نوشتم برنامه، من برنامه های
اوکی. خب میایم اینجا. اول اصلا باید نامپای باید نصب باشه. ببین اصلا نامپای نصب یا نه. یه ویندوزا رو میگیرم، یه سی ام دی میزنم. مینویسم چی؟ مینویسم پیپ فریز. یکی از ابزارات خوب برای برنامه نوشتن جوپیتر نوت بوکه، برای کار علمی. الان نامپای هم نصبه، میبینی؟ میتونی یه جوپیتر نوت بوک هم چیکار بکنی؟ جوپیتر بینید داره یا نه؟ جوپیتر نیست نه؟ میتونی جوپیتر پیپ اینستال جوپیتر پیپ اینستال چی؟ اون وقتی مثلا با آیدیا و دیگه مثلا کار رو مثل اسپایدر و آنکون با اینا اینه که نصب کنه به اونجا هم میاد یه بار؟ میاد، آره تو ریشه دارم نصب میکنم. ویرچوال انوایرمنت نساختم که من، که ویرچوال انوایرمنت بسازم. اون حالت نه نمیخواد. آه نامپایو اینترنت نداری؟ بتونیم بگیم اینترنت بدم بهتون بعد نام نمیدونم نصف بینم بتونیم نگاه بکنم برای من آخه نصف اینترنت داره. خب حالا میایم اینجا. حالا قبل اینکه با جوپیتر کار بکنم چی رو میزنم؟ آیدیلی رو باز میکنم. خب جوپیتر یه آیدیه برای کار دیتا ساینس ها با اون کار میکنم. نه ولی اون خیلی راحته. حالا میاد میبینیم چیزی جالبه. گوگل کلاب رو گفتم بهتون، خیلی شبیه گوگل کلابه. یعنی گوگل من نمیدونم کدوم قدیمی تر. گوگل کلاب شما تحت یه دونه کلود کار میکنی که گوگل در اختیارتون گذاشته، ولی اینجا رو سیستم خودت نصبه. خیلی شبیه اون. خب میام مینویسم import numpy از چی؟ np. اوکی F5 رو بزنیم. داره نصبه اوکی. مشکلی چیه؟ نیستش. و همین فلان کار میکنم. حالا اونم یه لحظه نشونتون میدم. فقط بگم. خب. بعد اینو میخوایم بگیم. ببینید مثلا من میام یه بردار دارم. یه بردار داریم اینجوری. سی ولیوز. میخوام این سی ولیوز یه سری محاسبات رو این انجام بدم. مثلا میخوام چیکار بکنم؟ میخوام این سی ولیوز رو یه چنین چیزی بیام براش بنویسم، بیام بگم این سی ولیو رو بیا تک تک عناصر رو ضرب در 9 بکن، تقسیم بر 5 بکن، به علاوه 32 بکن. میتونیم چنین کاری انجام بدیم؟ نمیتونیم چنین کاری انجام بدیم. چرا؟ چون سی ولیو از چه نوعیه؟ از نوع لیسته. من میخوام تک تک اینو به این صورت انجام میدم. دو تا راه دارم. یه راه دارم اینه که بیام بگم مثلا C1 مساویه لیست مپ، درسته؟ این ور چی بهش بدم؟ بگم C value. این ور چی بگم؟ بگم آقا لاندا دو نقطه آزب داره 9 تقشن 5 به علاوه 32. بعد پرینت بکن چی رو؟ سیه. خب یه راه حل دیگه هم چیه؟ یه راه حل دیگه هم اینجوری بنویسم سی یک مساویه یه لیست درست بکنم، بیام بگم آی زب داره
دیگه فوتبالی نمیستش نه بچه ها. For I in چی؟ سی ولی اینم میذارم سی دو. خوشی دیشب دیدی؟ دیشب پسرم میگه بابا آمریکایی ما چرا هم به آمریکایی میبازیم کلا نشستیم جون درست کوشن دیدی. خیلی خوب کوشی گرفت تیلور. میکنم حسن یزدانی توی یه سال هی رفت و بیمه گفت من پهله بون خوش اومده پهله بون. هر که تمرین کنه دیگه درسته؟ سیاپ و سیلو خب. ولی ما میتونیم از نامپای استفاده کنیم. چجوری از نامپای استفاده بکنیم؟ میام مینویسم مثلا سی سه مساویه ان پی دات اریه اریه چی؟ سی ولی درسته؟ بعد میام میگم آقا بیا پرینت بکن چی رو؟ سی سه زب داره اوکی؟ به حسطه یکی شد یا نه؟ حسطه یکی شد؟ خب یعنی فقط کافی بود این سی ولیو رو بدم به کلاس اره از ماژول نامپاد برام چیکار بکنه؟ یه آرایه بسازه. حالا آرایه خیلی راحت میتونم اینجا بنویسم ضرب در 9 تقسیم بر 5 علاوه 32. دیگه احتیاجی به این داستانه نیست که یه دونه لیست اینجوری درست بکنم یا از لاندا بخوام استفاده بکنم. خیلی راحت میتونستم این کار انجام بدم و الان میخوام در رابطه با این قضیه باهاتون صحبت کنم. آره ببینید وقتی من میگم آرایه یعنی خونه هایی از حافظه که پشت سر هم قرار دارن هم نوعن و هم نامن. فرق لیست با آرایه چیه؟ این الان لیست رو ببینید لیست هم مثل آرایه است منتها توی لیست برای این یه حافظه جدا میگیره برای این یه حافظه جدا برای این یه حافظه جدا دیگه خب؟ ولی تو آرایه همشون مثلا اینتیجر 4 بایتی هم همشون اینتیجر چیه؟ 8 بایتیه. مثل این کوچه رو مثلا شما در نظر بگیرید تو این کوچه 100 تا خونه هست. یه کوچه داریم خونه های سازمانیه همه قواره ها مثلا برشون 12. شما اگه بخوایم مثلا خونه 80 بری برای وقتی براتون 12 هستش میگه از اینجا که من هستم چند متر جلوتره؟ میگه 80 ضرب داره چند؟ 12. خب مستقیم میرم میشینم جلو در اون خونه چون میتونم جمع انجام بدم. ولی یه کوچه در نظر که مثلا یکی درش یه متریه یکی درش 100 متریه درسته؟ براشون با هم دیگه چیه؟ فهم میکنم. اون وقت میتونیم متوجه بشی خونه 80 چندومیه میتونیم متوجه بشی؟ نه. چرا نمیتونیم متوجه بشی؟ چون بعد تک تک اینا رو باید جمع بکنیم ولی اونجا فقط با یه ضرب خیلی ساده میتونیم بری برسی. آرایه اون اولی است. تو آرایه همه هم نوعن ولی توی لیست هم یادتون باشه میگفتیم همگه نیستن. متوجه شدیم داستان چیه؟ پس سرعت آرایه بیشتره. خب اینو تا اینجا بنویسیم بچه‌ها.